به نام خداوند یکتا سلام، به آخر خط خوش آمدید. در آستانه نشست مسکو درباره افغانستان، حامد کرزی میگوید حکومت طالبان برای رسمیت یافتن از سوی جامعه جهانی ابتدا باید مشروعیت داخلی کسب کند. او مجرای مشروعیت را انتخابات یا لوی جرگنوان کرده. آیا امارت اسلامی آماده انتخابات یا لوی جرگ سنتی برای اساسگذاری نظام جدید است؟ حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین در گفتگو با صدای آمریکا تاکید کرده که حکومت طالبان باید دارای یک قانون اساسی باشد، حتی اگر این قانون موقت هم باشد. او گفته باید طالبان برای بانوان اجازه آموزش و کار بدهد، افراد مسلکی را در نهادهای دولتی استخدام کند، نیروهای ارتش ملی را دوباره برگرداند، بیرق سیرنگ افغانستان را حفظ کند، جلب مداخله پاکستان در امور افغانستان را بگیرد و در نهایت حکومت همشمول تشکیل دهد، چون این کشور تنها از طالبان نیست. کرزی در حال این سخنان را بیان کرده که تا دو روز دیگر نشست درباره افغانستان با حضور نمایندگان آمریکا، چین، روسیه و پاکستان در مسکو برگزار می شود. امارت اسلامی نیز گفته است که هیئت حکومت سرپرست نیز برای اشتراک در این نشست دیروز عازم مسکو شده است. رسانه های روسی به نقل از ضمیر کابلوف گزارش دادند که یک روز پیش از برگزاری نشست مسکو، نمایندگان آمریکا، چین، روسیه و پاکستان در یک نشست مقدماتی با هم دیدار خواهند کرد و درباره تحولات افغانستان با هم یک موقف مشترک خواهند گرفت. مسکو که پیش از این در ماه مارچ نیز میزبان یک نشست درباره افغانستان بود، در آن نمایندگان روسیه، چین، آمریکا و پاکستان با نشر اعلامیه مشترک گفته بودند که بر اساس قطعنامه 2513 شورای امنیت سازمان ملل از احیای دوباره امارت اسلامی در افغانستان پشتیبانی نخواهد کرد. اما این نشست در حال برگزار میشه که طالبان در افغانستان قدرت را به دست دارند و امارت اسلامی را دوباره احیا کردند. انتظار از نشست مسکو چیست؟ آیا خواستهای حامد کرزی از سوی حکومت سرپرست شنیده خواهد شد؟ آیا کشورهای اشتراک کننده در نشست مسکو از احیای دوباره امارت اسلامی در افغانستان حمایت خواهند کرد؟ در این برنامه از مهمانانم میپرسم برای مشروعیت یافتن امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی مشروعیت داخلی چقدر راهگشای آن خواهد بود؟ مهمانان من در این برنامه آقایان نظر محمد شاکری عضو امارت اسلامی، آقای بهرالدین جوزجانی تحلیلگر مسائل سیاسی، آقای نظر محمد شاکری عضو امارت اسلامی اینجا در استودیو حضور یافتند و همینطور هم آقای ویس ناصری آگاه روابط بین الملل از آلمان روی خط اسکایپ در برنامه با ما وصل شدن. خیلی خوش آمدین مهمانان گرامی به بحث. آقای ناصری سلام بر شما، خیلی تشکر از این که در بحث با ما هستین. اگر بحث را با شما آغاز بکنیم، چرا پیش از دریافت مشروعیت جهانی فکر میکنین امارت اسلامی روی مشروعیت داخل تمرکز نمیکنه؟ با عرض سلام ادب و اظهار سپاس امتنان آقای امانی گرامی از محبت و دعوتتان، سلام به همکاران تخنیکی شما، سلام به میهمانان گرامی شما آقای جوزجانی و آقای شاکری و همچنان سلام به تمام بیننده های خوب برنامه وزین شما در سر تا سر جهان، هر وقت و زمانی که برنامه را میبینن. هر دولت و هر حاکمیت و حکومتی که مشروعیت ملی نداشته باشه، او مشکلش امی است که مشروعیت و مقبولیت ملی باعث مقبولیت و مشروعیت بین‌المللی میشه و کسی که او را نداشته باشه، نه در جامعه جهانی قابل پذیرش میباشه، نه تعامل با او صورت میگیره و چیزی را که امروز حکومت طالب ها از او رنج میبرن همی است که مشروعیت بین‌المللی هم ندارن و مشروعیت ملی هم ندارن، به خاطر که یک گروه نظامی بر اساس جنگ و غلبه نظامی حاکم افغانستان شدن که در تاریخ سیاسی افغانستان و در تاریخ گذشته افغانستان هم اونجو صحنه ها و غلبات نظامی و حاکمیت و گرفتن قدرت توسط کودتا یا توسط جنگ وجود داشته، ولی حکومت هایی که بر اساس جنگ و بر اساس کودتا حاکم میشن اونا مشروعیت نمی داشته باشن، به خاطر اینکه مؤلفه های مشروعیت در تاریخ و مخصوصا از نظر همو سیاست نوین و حکومت داری و رابطه دولت و شهروند و تعریف جدیدن از سیاست میشه و مشروعیت و حکومت در نزد سازمان های بین المللی مانند منشور سازمان ملل متحد و یا نهادهای جهانی می باشد که دولت ها بر اساس از او تعامل می داشته باشند، طالب ها از او مشروعیت برخوردار نیستند. به خاطر هم پنج شرط جامعه جهانی در کنفرانس ژنو و کنفرانس جی 20 بر از اینا گذاشت، برشان گفته شد که شما باید مشارکت سیاسی را
یک مشروعیت ملی را و همچنان یک حکومت فراگیر ملی که در او تمام اقشار افغانستان و اطراف مختلف افغانستان سهم داشته باشه. حرفایی را که امروز آقای کرزی میگه یا حرفای کرزی امروز میگه، ولی در چند ماهی گذشته و چند سال گذشته چیزی را که به حساب مردم افغانستان خواهانش بوده می بود که مردم در تعیین سرنوشت خود باید سهم داشته باشن از طرف نهادهای دموکراتیک، و چیزی را که آقای کرزی گفت که اگر نهادهای دموکراتیک اعاده شدن نمیتونن از طریق لویه جرگی عنعنوی به خاطر رفع معضله و مشکل باید یک مشروعیت به دست بیاید که خودش جای سوال است. ولی فکر میکنین نتیجه بده تلاش های دیپلماتیکی که رهبران امارات اسلامی داره در سطح جهان انجام میده برای مقبولیت یا مشروعیت حکومت سرپرست فعلی طالبان در افغانستان، در صورتی که تلاش نکنه و بر حالش مشروعیت داخلی خود را بر اساس همو فرم هایی که وجود داره مثل انتخابات و در حالت اضطراری هم لویه جرگه مشورتی؟ ببینید، یکی از حامیان کلان طالب ها می آقای کرزی بود و امروز آقای کرزی انتقاد میکنه که حکومت از اینا فاقد مشروعیت ملی هست و باید مشروعیت ملی را به دست بیاره. مشروعیت ملی را توسط میکانیزمی که به حساب موجود است باید به دست آورده شود، یعنی مشارکت سیاسی، یعنی حضور مردم، سهم مردم در تصمیم گیری ها، همون چیزی که در صدر اسلام بود که بیعت بود و بیعت علنی بود، بیعت بود که امیر خود با چش می دیدن و بیعت میکردن. امیر طالب ها را، نه امیرالمومنین ملا عمر کسی دید با چشم خود، نه یک ویدیو و کست و صحبت آقای ملا عمر کسی شنید که ملا عمر کی بود. و امروز هم از ملا هیبت الله که وایس رئیس دولت و امیرالمومنین یاد میشه، هیچ کسی هیچ سندی نداره، حکس نداره، ویدیویی نداره، صحبتش نداره، کتابش نداره، فقاهتش، دانشش، علمیتش، وجودش، حتی وجودش در این روزا هم انکار میشه که شاید موجود نباشه. و خود طالبان بعضیشان گفتن که ملا هیبت الله هم مانند ملا عمر چه وقت بیشتر از بین رفته. بنان مشروعیت ملی وقت میشه که به حساب مردم در سهم بگیرن در تصمیم گیری ها و اشتراک داشته باشن، که اون جامعه جهانی هم از اینا میخواین. این تلاش ها، این سفر ها اگر صد بار دیگه هم صورت بگیره، در هیچ کنفرانس، در هیچ مجموعه بیرق طالب ها را کسی به عنوان رسمی قبول نداره و خودشان هم نهیس دولت قبول نداره، و تمام کشورهای جهان از اینا میخواین که باید حق مردم افغانستان بتن، حقوق بشر مراعات کنن، مشارکت سیاسی، یک حکومت فراگیر ملی را ایجاد کنن. از همه مهمتر رابطه با گروه های تروریستی است که امروز آقای پوتین میگه که چندین گروه تروریستی مانند حرکت اسلامی ازبکستان، القاعده و انصار الله و دیگر گروه ها در سرحدات آسیای میانه فعال شده، و امروز ما شاهد یک رزمایش شش روزی تمام کشورهای همسود یا همپیمان اتحاد شوروی سابق بود در سرحدات افغانستان است که با کنفرانس مسکو همزمان به او یک نمایش قدرت مسکو و دیگر همپیمانانش در سرحدات افغانستان نشان میتن، یعنی به طالبان نشان میتن که ما هم از راه نظامی میتونیم مشکل حل کنیم و هم از راه کنفرانس بین المللی مسکو، و شما را کسی به رسمیت نمیشناسه، شما باید حقوق مردم افغانستان را مراعات کنین و در جامعه جهانی هم یک تعامل مثبت داشته باشین. من حیث یک گروه شما را بر رسمیت میشناسیم، ولی نه من حیث دولت افغانستان. ممنون، برمیگردم به شما آقای ناصری. آقای جوزجانی، چقدر برای اینکه رضایتمندی داخلی و همطور هم رضایتمندی جهانی در برابر امارت اسلامی تأمین شود، مواردی که من دانه دانه از به نقل از آقای کرزی در مقدمه گفتم اساسی است و باید روش اقدام شود به زودترین فرصت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست به شما، به جناب مولوی صاحب نظر محمد شاکری، به استاد بزرگوار وایس ناصری صاحب سلام های خود را به همه بیننده های عزیز تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. علیکم السلام. بعد از عرض تقدیم سلام، ما پیش از اینکه در اصل جواب شما بیایم، مقدمات را به شکل کوتاه اشاره میکنم. بفرمایید. افغانستان دو موازنه اساسی داره در میان دیگه موازنه های خود. بله. یکی ملت افغانستان را شاخصیش ایست که ملت مسلمان هست، پیرو هر مذهب و هر عقیده باشه در مجموع ملت مسلمان هست. یک موضوع دوم، افغانستان کشوری است که برخوردار از تنوع قومی. بله. پس ایجاب میکنه که افغانستان صاحب یک نظام اسلامی باشه، صاحب یک نظام اسلامی باشه، و ایجاب میکنه که افغانستان
با وجودی که امی تنوع قومی را داره صاحب یک نظام باشه که اون نظام از لحاظ کمیت و کیفیت به معنای واقعی یک نظام ملی باشه یعنی همه شمول میگین یا همه قبول میگین باز از این طور یک نکته نکته دوم از این طور استبعاد نشه که زیر نام همه شمول دوباره پس کشورهای متخاصم ملت مسلمان افغانستان دشمنای افغانستان در فکر جا به جای ساختن جاسوسای خود در اینجا باشه این طور استبعاد نشه نه ما میگیم که حکومت اسلامی باشه حکومت که همه قبول فراگیر باشه همه شمول باشه به معنای واقعیش باشه یعنی امو حکومت از مردم است در افغانستان و حق امی مردم است که حکومت خود خودش بسازه نه به فرمایش این و آن به فرمایش شرق و غرب ما رابطه به این که یک بار نکته سوم یک بار این را ببینیم که حکومت قبلی چرا سقوط کرد و یا از رای نظامی یا از رای دیگه طالبان امروز سر قدرت آمد بله. امارت اسلامی افغانستان امروز حاکم افغانستان است چرا؟ چون که شما ببینین در گذشته با وجودی که اینمو حکومت را مردم هم حمایت کرد احزاب هم حمایت کرد و یک قدرت غربی چند کشور در پشت سرش استاد بود با وجود همی هم سقوط خورد چرا؟ بله. یکی علت سقوط ای بود که اینمی سیاست یک سیاست تقلیدی بود یک سیاست تولیدی از بطن مردم افغانستان خواسته باشه نبود بله. یک درست. دوم ای که اینمی حکومت به اساس باور واحد باور متحد حرکت نمی کرد به اساس منافع واحد شکل می گرفت که من میگم منافع واحد روزی که منفعتشان ایجاب می کرد با همدیگر دوست می شدن روزی که منفعتشان در تضاد واقع میشد با همدیگر دشمن میشدن و این اعتماد مردم را ضعیف کرد و مردم برای دید که فریب است دروغ است فاصله گرفت ولی طالبان را که چیزی به پیروزی رسان این دنیا هم پشت سرش نبود اینمی باور مشترک بود که اینا با یک باور مشترک حرکت کردن با باور مشترک حالا رسیده به این موقف گذشته را کنار بگذاریم یک اجازه بدید تا اینجا را رسید و بعد از این تا اینجا را رسید اگر طالبا عفو عمومی اعلان کرد یا برخوردش نیک با مردم است از این گپش همگی ما استقبال میکنیم این گپ خوب است ولی در این نقطه بیاییم که درست امریکا به عنوان یک قوت اشغالگر اینجا حضور داشت طالبا به نمایندگی از مردم در برابر این اشغال جنگید بله. در برابر این اشغال مبارزه کرد واقعیت واقعیت بگوییم درست. ولی ما در عرصه اجتماعی امروز در عرصه جهاد اجتماعی در عرصه جهاد سیاسی استخباراتی جهاد فرهنگی اقتصادی مخصوصا جنگا چون که امروز جنگای اقتصادی و استخباراتی است طالبا به ملت افغانستان مراجعه بکنه و ملت افغانستان با قاطعیت در کنار از اینا ایستاد شود بعد از آقای جواد جانی اجازه بدین بس هم است هیچ کسی مخالفت نداره همه میخواد نظام اسلامی باشه همه میخواد که همگی خود را در حکومت ببینه چون نظام از مردم است دو بس یک این که به دست آوردن قدرت شاید ساده باشه اما حفظش مشکل دوم مشروعیت از کجا بگیره امی حکومتی که خوب حالا آمده روی کار اینمی من خو گفتم که چون که با امی گپ آقای کرزی صاحب من موافق هستم بله. اینمی نظام به مشروعیت ملی حمایت مردمی نیاز داره این مسئولیت تن آقای کرزی صاحب نیست مسئولیت طالبان هم است مسئولیت ما هم است مسئولیت مجموع مردم افغانستان است ولی ای که نام نظام چی باشه بیرق نظام چی باشه بیرق حکومت چی باشه یا مثلا روش و نظام چطور باشه ای به ما بر بگرده نه در نشست مسکوی فیصله شوه مردم باید تصمیم بگیرن نه یعنی ملت افغانستان با حاکم سرنوشت خود باشه نه پاکستان از ما در مجامع بین المللی نمایندگی بکنه در مجامع بین المللی طالب میکنه یا طالب با جمع دیگرها کنار میاد در افغانستان میکنه باید ملت افغانستان یکی به نمایندگی از ملت افغانستان در اونجا در سازمان ملل متحد در نشست‌های بزرگ که در سطح تشکر. دنیا برگزار میشه نمایندگی بکنه مهم نیست ما ایره تعاملش دارم
که طالب نمایندگی بکنه، ولی تعامل از این را نداریم که پاکستان نمایندگی بکنه یا کشور دیگه نمایندگی بکنه. پس به خاطر از این ما همه جوانب قضیه را ببینیم، همه جوانب قضیه را وقتی که میگیم ببینیم، لوی جرگه بهترین فرصت است. علمای افغانستان، علمای افغانستان، نخبه های سیاسی افغانستان، کسایی که به افغانستان باورمند است، طالبای اینمی زمین سازی را بکنه، ما ملت جمع شوه، نماینده های ملت جمع شوه زیر نام لوی جرگه، ولی به انتخابات چون که ما رفته نمیتونیم در طور یک شرایط دری لوی جرگه، دری لوی جرگه منافع ملی باور واحد خود را ما ترسیم بکنیم، تعریف بکنیم که ما در داخل چه نوع نظام میخواهیم و نظام ما دارای چه شایستگی ها و چه شاخصه باشه، سرنوشت عذاب چی میشه، مسئله زنا چی میشه، حقوق بشر چی میشه. امریکا آمده به ما حقوق بشر یاد نده، خودش بزرگترین ناقض حقوق بشر چی گفته پیسه ما را بند کرده؟ این خواست طالبان نبود، از ما بود، چی گفته بند کرده؟ و یعنی یا حقوق زن را اروپایی آمده به ما یاد نده، ما مسلمان هستیم، در دامن یک مادر بزرگ شدیم. درست. پس خود علمای افغانستان میتونه در ارتباط مادرای خود، دخترای خود، همشیرای خود تصمیم بگیره. یعنی طالبان در بطن، از بطن یک مادر زایده شده، در دامن یک مادر پرورش یافته. از این لفظایی که مثلا فریب داده شو مردم افغانستان از این دست بکشه، ما واقعیت ها را متوجه شویم. این درمی لوی جرگه، درمی لوی جرگه سرنوشت همشیره ها، سرنوشت مثلا احزاب، خط افغانستان ترسیم شوه در داخل. ما میخواهیم شریعت تطبیق شوه، ولی ما با دنیا تعامل مشروع داشته باشیم که مستعمرهش نباشه، غلامش نباشیم. برد برد بازی خدا. ممنون شما، سپاسگزارم. آقای شاکری، تلاش داره رهبران امارت اسلامی که مشروعیت جهانی کسب کنه، حکومت سرپرست، در داخل مشروعیت از کجا گرفته امارت اسلامی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست سلام بر شما و جناب مولوی صاحب و جناب ناصری صاحب و تمام بیننده هایی که در داخل و خارج. الله متعال هم قسمی که فرموده است و تعز من تشا و دذل من تشا و فرموده جناب مولوی صاحب که اشاره کردن، ما ملت مسلمان هستیم الحمدلله، ملت مسلمان بودیم و ملت مسلمان خواهیم باقی ماند تا لحظه حیات خود. نظر به فرموده سوال شما که مشروعیت از کجا کسب میکنه، وقتی که یک انسان به سمت سوی مردم سالاری و به سمت سوی اجتماعی بودن که بره، این مشروعیت خود به خود کسب میکنه. بسیار. زمانی که محبوبیت در بین مردم ایجاد کردی و با صدای مردم لبای گفتی، خود به خود محبوبیت هم ضعیف میشه و خود به خود مشروعیت هم کسب میکنی. بسیار. الحمدلله ما یک ملتی آزادی بودیم و ملتی آزادی خواهیم باقی ماند. اگر وقت یاری کنه، نظر به اشاره کوتاهی که جناب ناصری صاحب داشتن در ارتباط امیرالمومنین ملا عمر آخون، یک اشاره کوتاهی من خواهم داشت در این قضیه و همچون امیرالمومنین فیلیمون، که ایشون یک اشاره کوتاهی کردن که ملا عمر کسی ندیده است و تنها این سخن جناب ناصری صاحب نیست، بلکه سخن خیلی های را من در مجالس بودیم و شنیدیم که به طرف امیرالمومنین چنین سخنهایی را میگفتن که او شاید از پشت پرده گپ زده باشه. این قسم نیست جناب ناصری صاحب و بینندگان عزیز، والله لازم سوگند است، ما در سینی 16 سالگی بودیم که 4 ماه در دروازه ملا امیرالمومنین ملا عمر آخوند، ما خودم اون وقت محافظشان بودیم. امیرالمومنین در هر روزهای جمعه می آمدن در خرقه مبارک سخنرانی می کردن. امیرالمومنین درست است که افغانستان 21 سال پیش و با افغانستان فعلی مقایسه کردن نمی شود، فعلا میدیا هست، رسانه ها هستند، همه چیز زود برملا می شود، در اون وقت امکانات نبود. بله. میایم به اشاره شما در مورد از این که حبت الله اخونزاده هم بگوین چرا اون نیست. امیرالمومنین شیخ حبت الله اخونزاده حفظه الله تعالی هستند، الحمدلله از چشم مردم پنهان نیستن، همونطوری که جناب ناصری صاحب در یک مکان، در یک جایی که زندگی میکنه طبعا دوستانش هستن، در ارتباط هست، روابط داره، یا جناب مولوی صاحب یا جناب خود ما که مثلا از بدخشان هستم، مردم ما رو میشناسن از زادگاهیم یا در اجتماعی که زندگی میکنم. امیرالمومنین همین قسم هست، فعلا وجود دارن. دستور امیرالمومنین
که زمانی که به پیامش به مجاهدین میرسه الحمدلله همه مجاهدین سمعنا و اطعنا دارن. ای که دین ستیزان و سیکولاران میرن یک گپی را برچسب میزنن به بزرگان امارت اسلامی، او تعلق به خودشون داره به ما نداره. از بیرون نشیم آقای شاکری، همینجا ما میخوایم در مورد بپرسیم، پیش مردم سوال خلق است. اگر رهبر کلی نظام امارت اسلامی ملا هبت الله اخوندزاده است، چرا وقتی که امارت اسلامی را احیا کرد در افغانستان حتی یک فایل صوتی، یک پیام صوتی، یک پیام تصویری برای مردم نداد؟ این خب چون گزارش های ضد و نقیض وجود داره از فوت او، چون یکی از رهبران امارت اعضای ارشد امارت اسلامی به یک از رسانه های هندی هم گفته که او یک سال پیش در پاکستان وفات کرده. این پرسش ها وجود داره. شما مثلا کی را گفتم وفات کرده؟ امیرالمؤمنین امارات اسلامی را. خیر، الحمدلله زنده است، حی است، هیچ گپی نیست، جای نگرانی نیست. اگر فوت هم کرده باشه او مثل یک انسان های عادی وارین بشر است، انسان است. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقتی مرگ فرا میرسه این احمد محمود را نمیشناسه، اما الحمدلله امیرالمؤمنین زنده هستند. پیام های صوتی شما گفتین که نیست، الحمدلله پیام های صوتی شون هم هست. هر چه ده شما شنیدین پیامی صوتیش؟ بله، در واتساپ های بزرگان ما هستن. ما دستور میده برای والی صاحبا، برای کسانی که هستن، میایم راجع به سوال خودتون. بله، مشروعیت بله. چگونه کسب میکنین؟ زمانی که من خادمی تو بودم این مشروعیت کسب میکنم. زمانی که برخورد ما برخورد انسان گونه باشه، انسان محور باشه و در تلاشی آبادانی کشورم باشم، اون مشروعیت خود به خود مکس میگیم. نیاز به ما غربی ها نداریم. 20 سال آمدن اشغال کردن. حالا یک چیزی را که زبان مولای صاحب شنیدم تبریک میگم و واقعا یک سخنی بسیار خوشحال کننده است. ای کاش که علمای ما در امو وقتی که حضور داشتن، حالا الحمدلله مولای صاحب از علمای جدید ما هست، کاش همین قسم به اشغال آمریکا اینا صدای خود بلند میکردن. ولی متاسفانه یک تعداد حتی از آدرس علما، نه اینکه آمریکایی‌ها را اشغالگر می‌دونستان ولی حضورشان را قانونی می‌دونستان. و یک تعدادی که در کوه ها ما بودیم، در دشت‌ها بودیم، میرز می‌دیم، مردم فکر می‌کردند که اینا واقعا یک عده تروریستی هستند و ما را چهره خشین در جامعه بله. افغانی اینا به معرفی گرفته بودند. حالا آنکه قسم نیست جناب ناصری صاحب، جناب مولوی صاحب، الحمدلله زاده افغانستان هستیم. برای انتخابات و لوی جرگه که پیشنهاد شده است، یا آقای کرزی گفته که اگر می‌خوای مشروعیت داخلی کسب کنه، خب این دو مجرا برای فعلا وجود داره. آماده است امارت اسلامی یا به هر حالش باور داره به این چیزها یا نه؟ واقعا باید یک شخصی به نام امیرالمؤمنین باشه و هر آن تصمیمی که می‌گیره او حق اول و آخره دارن. آقای کرزی چیزی که گفتم مربوط به خودی آقای کرزی میشه. او اگر اوقدر سازنده می بود و بالندگی برای افغانستان می داشت، در طی 21 سال تا 20 سال یک چیزی رو به ارمغان می آورد. حالا ما خدای نخواسته موردی تهاجم یا توهینش قرار نمیتیم. خب یک فرد عادی هستم فعلا. ما چیزی که به خیر صلاح ملت ما باشه، اگر به خیر صلاح ملت ریفراندوم باشه، ما آماده هستیم. به خیر صلاح ملت هر آن چیزی که بزرگان و علما و نخبگان تصمیم بگیرن، ما با صدای نخبگان و علما و کسانی که اهل رسانه و قلم هستن ما لبیک میگیم. ما خدای نخواسته هیچگاه در مخالفت با ارزش‌های ملی و مردمی ما قرار نمیگیریم، مگر اینکه اون ارزش‌ها مطابق با قرآن و سنت باشن، مطابق با راهکار شریعت باشن. ما از هر نوع سخن استقبال میکنیم و استقبال کردیم. سپاسگزارم. ممنون شما آقای ناصری. اگر واقعا موقف امارت اسلامی چنین باشه، چیزی که آقای شاکری میگه ما آماده هستیم حتی برای رفراندوم دیدگاه مردم را بگیریم، اما میگه اگر ما مثل خادم در برابر مردم حرکت بکنیم، بدون شک ما مشروعیت پیدا میکنیم و همه آماده خواهد شد که با از نظام دفاع بکنه. اگر چنین شوه، فکر میکنین واقعا دیگر چالشی در افغانستان باقی خواهد ماند؟ خب یک صفت مسلمان است که باید اخلاق داشته باشه. بله، دین اخلاق است و مسلمان باید اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشه، متواضع باشه و بسیار فروتن باشه و اخلاق نیک در جامعه داشته باشه. ولی وقتی مسئله زعامت، وقتی حکومت، وقتی حاکمیت، امارت مطرح میشه، اونجا این مسائل اخلاق جای خود داره، اونجا اداره مطرح هست، اونجا برنامه و پلان مطرح هست، اونجا پروژه مطرح هست، اونجا باید اهلیت و کفایت مطرح هست، اونجا علمیت مطرح هست، اونجا تجربه و خبرت مطرح هست، اونجا دیگه مسائل هست. اونجا تنهایی نیست که ما روش خوب با جامعه داریم، ما را مردم باز میپذیرن، اونم رای مردم میشن درک. امی رای سنجش رای مردم دست کجا هست که مردم چقدر یک چیزی را میپذیرن یا نمیپذیرن؟ و جز
رفراندوم و جز انتخابات و جز صندوق و جز آرای مردم گرفتن هیچ دیگه چاری داریم. ما امروز در یک عصر تکنولوژی زندگی میکنیم. امروز ما در آلمان نشستیم، شما در افغانستان نشستین، از طریق اسکایپ و اینترنت و تلفن و تلویزیون ما با هم با ملت خود حرف میزنیم. دمی امکانات به گفته شاکری 20-25 سال پیش شاید به این اندازه نبود که امیرالمومنین ملا عمر آخوند کسی ندید، تصویرش ندید. در حال که وقت هم تلویزیون ملی بود، اول سوال کلانی بود که چرا آقای ملا عمر آخوند در قندهار نشست؟ از ابتدا تا انتها کابل چرا به گلسوالی مبدل شد؟ قندهار چرا به مرکزیت سیاسی و نظامی و تصمیم گیری افغانستان مبدل شد؟ چرا امروز ملا هیبت الله آخوند به کابل نمی آید؟ چرا به قندهار نشست اگر زنده هم است؟ های جلسه قندهار تصمیم گیرنده بود، حکومت و حاکمیت او در قندهار تعیین کردند و رهبر از اینا، رهبر روحانی امیرالمومنین، که ما با کلمه امیرالمومنین زیاد موافق نیستم به خاطر که اسم ترکیبی از این، اگر آدم درست تفسیر و ترجمه کنه تمام مؤمنان این کره زمین واجب است اطاعت امیرالمومنین بر اونا، و اگر مختص بسازیم به مسلمان های مؤمنین مسلمان، باز همین مسلمان های تمام کشورهای جهان برشان اطاعت از امیرالمومنین قندهار آقای ملا هیبت الله باز واجبشان است، در حالی که مسلمان های هند، پاکستان، ایران، آسیای میانه هیچ کشور حاضر نیست که در سرحدات سیاسی که امروز مطرح است ما از یک امیرالمومنین پاکستانی اطاعت کنیم یا از آیت الله به حساب خمینی کس شیعه های افغانستان اطاعت کنه و بگه یک رهبر سیاسی و رهبر فکری و رهبر مذهبی ما است، ولو که در اهل تشیع و مذهبشان تقلید هم وجود داره، ولی ما از زبان خودش شیخ آصف موسوی مرحوم شنیدم که گفت یک آیت الله خمینی هست، یک آیت الله ما هست، ما آیت الله افغانستان است، ما افغان است، ما استقلالیت خود دارم، به این خاطر بیعت نکردم به آقای خمینی و من از ایران خارج شدم. بنابراین ما یک غرور ملی داریم، ما یک مسلمان ها، و این کلمه امیرالمومنین برای آقای ملا هیبت الله یا ملا عمر به نظر من یک اسم غلو هست. این باید اینا ترمیم کنند، بگوین که امیر حرکت اسلامی طالب های افغانستان، این مختص بسازن به سرحدات جغرافیایی افغانستان. چرا ادعای امیرالمومنین بودن به این معنی است که خلافت اسلامی یا امارت اسلامی جهانی را اعلان کردن، صدور انقلاب کردن. آقای ناصر، اگر از بس بیرون نشیم، متاسفانه بر حالش همین مسئله مشروعیت اگر مقدار بس بکنیم، بس رفراندوم، بس انتخابات، بس لوی جرگه مشورتی، صلح مشورتی، بر حالش اگر در موردش تصمیم گرفته شده برای نویت نظام، برای مشروعیت حکومت، برای اینکه مردم حق داشته باشه در انتخاب زعیم خود، اینا چقدر مهم و اساسی برای فعلاً است؟ و اگر چون این موارد را امارات اسلامی مد نظر بگیره، فکر میکنین که در شرایط فعلی چقدر به نفع خودشان هم میتونه باشه؟ ببینید، ما از ابتدای که تشکیل حرکت طالب ها شد در 1994، از همون زمان تا به امروز جریانات افغانستان تعقیب میکنم، من حیث گزارشگر بارها در افغانستان آمدیم رفتیم. طالب ها از نظر اعتقادی، از نظر فلسفی سیاسی، از نظر قرائت مذهبی که دارن، هرگز اعتقاد بر انتخابات ندارن. انتخابات در نظر اونا مشروع نیست، یک چیز حرام است، یک چیز غیر شرعی است، و نمیتونه که به اصطلاح عامی، فاسق، فاجر، عالم همه در یک جای بیان رای بدن. بنان تنها تعیین خلیفه و زعیم امیر توسط به اصطلاح از اونا علما میشه و همه تصمیم شورای علما میگیره. مردم عام اجازه انتخابات نداره. در قرائت سیاسی طالب ها هیچ جای بر انتخابات نیست و هیچ جای بر مشارکت سیاسی و قبول اعضا و جریان های سیاسی که در یک صندوق به حساب رقابت کنند با امیرالمومنین و امارت اسلامی از اینا و انتخابات باشه و رای مردم اساس باشه که کی زیاد رای میگیره و زعیم آینده را کی تعیین میکنه. پیش از اینا امیرالمومنینه که اینا تعیین میکنن، دائم العمر است و نظام حاکم است و هیچ نوع مشارکت سیاسی را قبول ندارن، مشارکت ملی را قبول ندارن و رای مردم، صندوق مردم، انتخابات در نظر طالب ها نه تنها که جواز نداره، حتی حرام هم است. بنابراین اینا نه در دور اول حاکمیت سلطنت خود پورا عملی کردن، می بخشید که من هر فاخر بگویم، و نه در فعلا که غلبه نظامی کردن، حاکمیت به زور گرفتن و همه افغانستان با بسیار سلاح 85 میلیارد دلار امریکا برای اینا سلاح ها را گذاشت، امکانات قدرت سیاسی را برشان داد، نظامی را داد، و
حکومت گذشته از بین رفت و اردم منحل شده، عذاب سیاسی هم به یک شکل از اشکال در جامعه به حساب از بین رفته، هیچ قدرتی هم نیست که فعلا رقابت کنه با اینا. اینا حاضر به تقسیم قدرت نیستن، مشارکت سیاسی نیستن، انتخابات نیستن و طالب هر حرفی را که میزنه حقیقتا نمیگه. سپاس، ممنون شما. آقای جوزجانی، در یک نظام موجودیت یک قانون اساسی که خب راست و دروغ یک مسئله را روشن بکنه برای شهروندان چقدر مهم است و چقدر نیاز جدی است که یک قانون اساسی مکتوب موجود باشه؟ اگر واقعا امارت اسلامی در تلاشی است که خب ما قانون اسلام را عملی می‌سازیم، خب اینا هم باید مکتوب باشه، به زبان مردم باشه، مردم باید بفهمه چی جرم است، چی چیز جرم نیست، کسانی که آگاهی نداره. و در این حال چند پیش امارت اسلامی اعلام کرد که قانون اساسی دوره ظاهرشاه به گونه موقت نافذ میشه. آقای کرزایم روی این موضوع اشاره کرده و گفته باید قانونی باشه. دوام این خلای بی قانونی فکر میکنید چقدر میتونه برای حرج و مرج بیشتر بیفزاید؟ خب بیاین این موضوع را کمی که عمیق‌تر خی صحبت بکنیم. بسیار خوب. ما در ارتباط این موضوع که قیمومیت افغانستان به دست کی باشه، نحوه حکومت در افغانستان چگونه باشه، ما باورمند بایستیم که به دست مردم افغانستان باشه. بله. به ما اروپا آمده طرح خود تطبیق نکنه، به ما امریکا آمده طرح خود تطبیق نکنه، به ما نظام پرمایشی نسازه. ولی شما همه بار بر بالای طالبان انداخته شوه، بله، ما هم دمی میز یک عمر مخالف عملکرده یگان حرکت های طالبان بودیم. بله. ولی امروز طالبان را هم دیدیم. ما به این موافق نیستم که همه موضوع بر بالای طالبا انداخته شد و کار خوب کرده شده بود، گذشته ها کرده، ولی کار بد که شده ای را طالبا. ببینین دکتر صاحب اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور اینمی مملکت چه میشد که در افغانستان باقی میموند یا مرگ قبول میکرد؟ کمی طالبا در دنیا نام بد میشد که اینه مثل که دیگاه مانده چیزی نکرده. با کرزای سیبم، با دکتر سیب عبدالله هم، با حکمتیار سیبم، با ما با شما چی کرد؟ نه حق بشری ما پایمال شده، نه حق انسانی ما پایمال شده. با مثل یک برادر، با مثل یک هموطن برخورد کرد، با هر یک ما. خب یک تعداد مردم مغرض شاید در صف طالبان باشه و حرکت های شخصیش برای خودش بگذارن وقتی که ما در کلیات صحبت میکنیم. بله. چرا دکتر سیب اشرف غنی همینجا نماند که اینمی قدرت به شکل مسالمت آمیز انتقال میداد یا به طالبو یا به یک طایفه سالس بالخیر؟ این کار خونو نکرد. پس وقتی که دکتر سیب اشرف غنی رفت، طالبو در کابل داخل نمیشد، در اینجا یک حکومت شکل نمیگرفت، غارتگری و دزدی به اوج خود میرسید، مردم در بدر میشد. از این کرده وضعیت فضا متشنج میکنه هم از این موارد. نه چی میشه حالا بس نظام سازی طالبان رسیده به قدرت؟ در نقطه ها متوجه باشیم. طالبو کابینه خود سرپرست اعلان کرد. بله. از رئیس رو وزرا گرفته تا مشخص معاونین و تا وزارتایش چی است؟ سرپرست است. سرپرست چی معنی؟ موقت دیگه. اما این دوری موقت معلوم نیست. نه باشین. اعلان قانون شایره، قانون دوران ظاهرشاهان را به عنوان تا دو شرط مان که مخالف با عرض چی نباشه، قوانین اسلامی نباشه و با اصول امارت اسلامی مخالفت نباشه، اینمی قابل تطبیق است. همین موقت است خودش. ولی نافذ نشده است. نه اینه خود بلد. نافذ چه رقم شوه؟ اینه ما و شما چطور ایره نفوذش میخواییم؟ نه اینه طالبا یک سلسله ایچی ها را کرده، یک سلسله کارا را کرده. میایم سر این موضوع که اصل قضیه بر مردم افغانستان گفته شوه، اصل گپ برای مردم افغانستان گفته شد. نه و پیشتر ناصری صاحب یا مولوی صاحب در ارتباط ملا عمر آخوند تفسیره کرد، ملا عبت الله آخوند تفسیره کرد، اگر قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود از همین خاک بود، ملا عمر هم از قندار بود، از همین خاک بود. اگر استاد ربانی از بدخشان بود، ملا عبت الله آخوند هم از همین خاک است. اینمی امریکای، اینمی امریکای غلدوری کی، اینمی امریکای اشغالگری کی مسعود را به شهادت رساند، استاد ربانی استاد سل را به شهادت رساند، امی امریکا در پای ملا عمر آخوند نبود و امی امریکا به خاطر زدن سران امارت اسلامی جایزه تعیین نکرده. امروز اینه میگه پس که چند تا امی گپ محکم گرفته که
بسیار خوب. چی هست در کابینه؟ کسایی هست که در لیست سیاس. بله. نه، ما را امریکا یا کشورهای متحد امریکا به خود ما سرنوشت ما را به خود ما بگذاره. ما یک ملت مستعمره‌ایش نیستیم. بله. ما یک ملت زرخریدش نیستیم. یا ما صوبه پنجم پاکستان نیستیم. ما افغان هستیم، ما از افغانستان هستیم، ما ملت مسلمان هستیم. ما این درمی خاک تنوع قومی داریم. ما یک نظام سوچه اسلامی، سوچه اسلامی. بله. و را اگر ما نتونستم طالبان بله تونستن، ما از طالبان تبعیت میکنیم. امین نظام اسلامی کدام نو نظام اسلامی؟ باشه، اینه آمدیم سر از این مسئله. نو پیشتر، نو پیشتر گفتن بله. که امیر المومنین و ای گپشه میگیم، چرا ای گپا نمیگیم امیر المومنین فی افغانستان یا امارت اسلامی فی افغانستان؟ هم فی افغانستان خو قید داره، یعنی در ساحه حاکمیت، در جغرافی افغانستان. یعنی من مدافع طالبان نیستم، بله. من سخنگوی طالبان نیستم، بلندگوی طالبان نیستم. آقای جوزجانی مشخص، ولی خب شما صحبت کردید در مورد تایید استخبارات مقیم، میخوایم بپرسم از شما یک اجازه بتنم پرسش مطرح بکنم. میگن که همه طرف ها را امریکا از بین میبره، مثلا مخالفین نظام قبلی را، موافقین نظام قبلی را امریکا از بین برد، پس حالا که فرصت مساعد شده چرا کنار نمیایم؟ چرا مثلا مذاکره نمیشه با مخالفان نظام طالبانی؟ من اینم میگم، خب سوال را اشاره کرد. نه نمیجا به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک طالب علم مدرسه، به عنوان ساکن همین سرزمین افغان. بله. از اینکه در گذشته هر چه شد، طالبان آمد عفو عمومی اعلان کرد، استقبالش نیک بود. من اینطور حس میکنم که با ما هر یک شدیدیم به عنوان یک هموطن، به عنوان یک برادر برخورد کرده. دیگه توصیه ما، مشوره ما به بزرگوار نمی حکومت که در راس پیلان امارت اسلامی افغانستان است. بله. در راس پیلان امارت اسلامی افغانستان. مسئله بیعت یا مسئله انتخابات یا مسئله دایر شدن لوی جرگه، این یک مفکوره طالبان نیست. این مفکوره مفکوره مسلمان هاست که ما برای خود ارزش داریم، دین داریم، که دین ما ارزش ما، عقیده ما، اعتقاد ما، اما منابع دینی ما به ما چی میگه؟ اصول ما، اساس ما به ما چی میگه؟ یعنی ما 13 اصل جزئی داریم که در 4 اصل خلاصه میشه در نزد اهل سنت و الجماعت، کتاب الله، سنت رسول الله، اجماع، قیاس. بله. پس به خاطر ازی ما همه چیز از یک بودش نبینیم. مرم مشوره ما برای بزرگای امارت اسلامی هم است که اشتباهاتی که در بن دیگرها تکرار کردن، اشتباهاتی که در 17 سال گذشته، در 17 سال بله. گذشته اینمی کسایی که در حکومت بود گذشت تکرار کرد. بله. تکرار کرد و ای طور اشتباه هم نشه و ای اشتباه را نکنم و ای اشتباه را تکرار هم نکنه. گپ مامیست. سپاسگزارم. بله، افغانستان به یک چتر سیاسی، به یک نظام سیاسی که او اسلامی باشه، او انسانی باشه، او افغانی باشه، او فراگیر باشه، فراگیر باشه، او مثلا از منافع خود، از منافع اولیای ملت و مملکت خودش دفاع بکنه نیاز داره. ما در این چتر امارت اسلامی افغانستان را قبول میکنیم، ولی به این کار ما را مجبور نکنه استخبارات های دنیا که مثلا دایش بیاره سر ما یک تهدید بکنه. اگر گپ ما را میپذیره بپذیره، وگر نه در جان دایش که کار جور. ولی اگر در داخل مردم رضایت داشته باشه، ما به خاطر به خاطر مشوره را، به خاطر همین مشوره را به بزرگای امارت اسلامی افغانستان میتیم که نو پیشتر چنانچه که مولوی صاحب گفت، یک خانه بدون زن نمیشه. وقتی که یک خانه بدون زن نشه، یک مملکت کلان هم به زن نیاز داره. دین ما در اینجا ایچیش دیدگاهش مشخص است، شریعت اسلام را دیدگاهش مشخص است. کسایی میگه که در اسلام زن جایگاه نداره، دروغ میگه، بر اسلام تهمت میکنه. ممنون. ولی همه کار در یک روز حل نمیشه. یا مثلا مسئله آمدیم که در ارتباط حکومت مشارکت میگیم، به نام حکومت مشارکت اگر یک غریب بچه افغانستان میاد که به افغانستان متحد است، باورمند است، طالبا میاره کار خوب میکنه و از هر جای میاره کار خوب میکنه، ولی یک جاسوس بیای اینجا به سرنوشت ما حاکم شوه، یک ایچی بیای مثلا یک فاسد بیای به سرنوشت ما حاکم شوه و کسی که به افغانستان تعهد نداشته باشه در روز سخت مردم ایلو کده بگریزه، طالبا که بگذارن من نیاز ندارم به ایتور وزیر، به ایتور شخصیت، به ایتور کسی که از ما از آرمان ما نمایندگی بکنه. سپاسگزارم. آقای شاکری، پرسش های زیاد در ذهن مردم است. اول اینکه نظام اسلامی خالصی که امارت اسلامی مدعی آن است چی است؟ مردم باید بفهمه. یک، مشروعیت به هر حالش از کجا است؟ بحث کردیم در موردش.
در جهان نزدیک به 60 یا 70 کشور اسلامی وجود داره و اونا هم قانونهای اسلامی خود را داره. آیا ما مجزا از اونا یک قانونی را میسازیم؟ چه وقت ساخته میشه؟ و در موردی که خب به هر حالش رابطه ای که شما میگین بین مردم و حکومت یا مسئولان حکومت وجود داره بس خدمت باشه، اما یک دولت یا یک نظام یک چارچوب نیاز داره که او چارچوب باید بر مبنای قانون هایی که از دین گرفته میشه از جاهای دیگر باید ساخته شود، اینها مواردش که باید پاسخ داده شود. در این حال صحبت هایی که آقای ناصری و آقای جوزجانی داشت، یک چیزی باز اشاره به کتاب در مورد سخن جناب ناصری صاحب دارم که هر چیزی گذشت گذشت. بله. موتو امواتکم بالخیر، کسایی که رفتن خدمت کردن یا نکردن فیلن در جهان هستی با ما زندگی ندارن، اونا را ما همیشه با خیر یاد میکنیم. این لفظ صریح پیغمبر علیه السلام است. حالا ما دنبال 21 سال پیش بچرخیم، چی خوب است که در برای تحول جدید، برای بهبود، برای وضعیت زندگی و معیشت مردم باید ما سخن بگیم. حالا ما بیایم 21 سال پیش قید کنیم که امیرالمومنین ملا عمر چی کرد یا استاد ربانی چی کردن، اونا هر چی کردن با لقای الله و پروردگار خودشون شتافتن، ما با اون دیگه کار غرض نداریم. الحمدلله مسئولین امارت اسلامی او علمای را که قبلا دیده بودن هستن بزرگانمون، ولی با یک روی کرد جدید. بله. تمام علما، علمای جدید، علمای چسفهم، علمای دانشمند و علمای هستن که هم از مدارس دینی فارغ شده گیستن و هم از راه دانشگاه رفته گیستن، دانشگاه را خوانده گیستن. الحمدلله این یک خبر خوب و خوشی نوین است برای مردم. بسیار. تلاش ما این هست که ما کینه و کدورت های گذشته را از بین ببریم. بسیار. بجای از این که سریمت تهمت وارد کنی یا تهمت هایی که اینا ناکار هستن، اینا از پنجاب نمیفهم الگو میگیرن، ما جناب ناصری صاحب نه از پنجاب الگو میگیریم و نه از ایران میگیریم و نه از سعودی. ما افغان هستیم، مربوط به همین جغرافیای افغانستان داریم. اشغال 20-21 سال پیش آمریکایی‌ها را اشغال می‌دانستیم و فریضه دینی برای خود دانستیم که در کوه و بیابان و دشت دمن خیستیم و مبارزه کردیم و این مبارزه را ما تنها منحصر به خود ما نمی‌دانیم و تعز و منتشا و تذل و منتشا. ما این فتح و پیروزی را دعای تک تک فرزندان و دعای هر ملت افغان می‌دانیم که از برکت دعای از اینها چی در خارج چی در داخل برای مجاهدین دعا کردند و الله متعال ما را با این پیروزی‌ها سوق داد. بسیار. آمدیم در مورد مشارکت ملی، دوستان بسیار نگران هستند. اگر هدف مشارکت ملی همی چند تا غاصب و دزد و اونهایی بودن که همیشه مردم رو به چالش میکشانیدن، اگر هدف اونها باشن کلا و هاشا جناب ناصری صاحب و جناب مولوی صاحب بزرگوار در امارت اسلامی چنین افراد زورگو، چنین افراد غاصب و کسایی که حیف و میل کردن دارایی این ملت را در امارت اسلامی جایگاه ندارن، اما به حیث شهروند ما میپذیریمشون. در خانه هایشان، جانشان، مالشان، همه چیزشان محفوظ است. امارت اسلامی هیچ نوع تاخت و تاز علیه از اونها ندارد. میایم در مورد جوانان، کسایی که جوان هستند، دارای تحصیلات عالی هستند، دانشگاه خواندگی هستند، مدارس دینی را خواندگی هستند، آغوش امارت اسلامی برای چنین جوانها و چنین انسانهای فهمیده و کارکن باز است. ما خدای نخواسته رهبری نه، بل سطح رهبری. این سخن تمام بزرگان ما هست. بل سطح رهبری بسیار مهم است آقای شاکری. ما هیچ مشکلی نداره. یک برادر زمانی که فهمیده باشه مراجعه کنه. حکومت طالب شمول است. نه اینکه از اعضای از افرادی که غیر از طالب باشه. ما آغوش ما برای کلی جوانان، برای کلی ملت باز است. در رأس یک عالم دین میباشه. درست. یک کسی که از دین آگاهی داشته باشه. بله. که بتونه زیردستای از این خدای نخواسته به فساد، به فحشا مردم سوق نتن. در نظام‌های مفسد و مستبد گذشته بسیار. تنها رای مشکلشون این بود که فاقد علما بودن. بسیار. ما در مشارکت ملی بله. ما در مشارکت ملی با جوانان، با تمام خواهران برادران آغوش ما باز است که الحمدلله کلگیشون میتونن در مشارکت روند ساخت ساز بله. اشتراک بشن. مردمی است که تلاش امارت اسلامی است که در سطح جهان به رسمیت شناخته شود. بله. چرا میگه تلاش نمیکنه که مردم بفهمه قانون همین نظام چی است؟ نام همین نظام آیا امارت اسلامی دائمی است؟ آیا یک قانون موقتی وجود داره؟
حکومت بر مبنای کدام قانون به پیش میره، اینها بسیار مهم است برای مردم. مردم باید بفهمن. از همین تریبیون شما هم من اعلان میکنم ما به خاطر ارزش‌های اسلامی، به خاطر ارزش‌های دینی مبارزه کردیم. بله. در این را قربانی دادیم، شهید دادیم. از هیچ ملامتی ملامت کننده ما حراس نداریم. نظاممون الحمدلله نظام اسلامی هست. ما از کشورهای دیگه الگو نمیگیریم. علما داریم، نخبگان دینی داریم، شیخ القرآن داریم، شیخ الحدیث داریم، تمام جوانب شما سنجیدیم. ما یک نظامی را میخواهیم که در افغانستان مردم در اون حس انسانیتش به معنای واقعیش بفهمه. ما یک نظامی را میخواهیم که به خاطر یک موبایل خدای نخواسته دست یک جوان دزدی نشه یا به قتل رسانده نشه. یک نظام اسلامی را میخواهیم که اسلام ناب محمدی باشه، چیزی که در قرآن و حدیث باشه و عزت یک انسان و پیشرفت یک انسان مهم است. آقای شاکر بسیار مهم است در وقتی که ما نظام اسلامی میسازیم اما تبعیض وجود داشته باشه. تبعیض هرگز مثلا بسیار انتقاد میکنه وزارت دفاع مثلا میگه زبان دری حذف شده. بله. این یک نوع عملا میگه که تبعیض است. فکر نمیکنید در قانون اسلامی تبعیض هم یک بخش بزرگ است؟ من پیشتر اشاره کردم اگر منظورتان از مشارکت ملی باشه، چند تا قلدر چند تا دزدی که باشه جایگاه ندارن در افغانستان است. الحمدلله در وزارت دفاع، داخله، تمام ارگانهایی که هستن درست. لوی دریسیت از کجاست؟ نه بس افراد نیست، بس خب. نیست که بس زبان بسیار مهم زبان. است، بس خب. نمادها بسیار مهم است مهم. برای مردم. الحمدلله تا هنوز هیچ مکتوبی در اونجا نیامده است که شما با زبان فارسی و دری صحبت نکنین و این مکتوب نوشته نکنین. همچون چیزی برای ما نرسیده. لوگوی رسمی و زبان رسمی در افغانستان زبان رسمی نوشته بود که دولت افغانستان اسلامی جمهوریت وزارت دفاع ملی، اما حالا این نوشته شده که در بالایش هم امارت اسلامی هم به پشتو نوشته شده و وزارت دفاع ملی هم به پشتو نوشته شده. زبان فارسی کاملا از لوگوی رسمی وزارت حذف شده. ولی چی مشکلی داره؟ برای من این چیز مهم است. مهم. برای ما مهم نان است، برای ما مهم امنیت است، برای ما مهم انسانیت و قبول و پذیرش یکدیگرمان است. این که در سالهای گذشته در مزار یا در کابل در فرق یکدیگر زدن که تو پانتو نگو دانشگاه بگو، امین از لحاظ اسلامی مردود است. چی برادران پشتونی ما باشند، چی برادران تاجیکی ما باشند، چی برادران ازبکی ما باشند، اگر بخواهیم ما سمت و قوم پرستی را این از لحاظ امو دید انسانی و دید فطرتی شرعی این محدود است و هیچ مردود است و هیچ جایگاهی در امارت اسلامی نداره. پشتون باشه، تاجیک باشه، ازبک باشه، هر برادری که باشه مثل یک برادر ما افغان هستیم، در همین جغرافیا زندگی میکنیم، در کنار یک دیگر ما زندگی مسالمت داشته باشیم بهتر است. با چی دلیل یا با چی انگیزه چون این کار مثلا شده در لوگوی وزارت واکنش مردم برانگیخت؟ شما شاید صفحات اجتماعی را دنبال کنین مردم. خب اگر الله تظاهرات کرده نمیتونه یقل ام خشمی که در مورد یک چیز ابراز میکنه در صفحات اجتماعی داره. اون آواری را دیدم، ولی خوب است که سخنگوی وزارت دفاع ملی در اینجا می بود و چیزی که آگاهی نداشته باشم و در داخل قضایا نبوده باشم ابراز نظر کرده نمیتونم، اما این را با جرأت عام و تام گفتن میتونم که هیچ نوع تبعیض در امارت اسلامی وجود نداره. الحمدلله در بسیارا میگه در گفتار نه چونی نخیر، نخیر، در عمل چیزی ما دیگه. از سن 15 سالگی عضویت امارت اسلامی را داشتیم. بله. در قندهار بودیم و در لوگر آمدیم و در این مبارزات اخیر هم در بدخشان بودیم، زیر بمباردمان تیاران صلیبی قرار داشتیم، کو به کو گشتیم. ما الحمدلله تمام گوشه افغانستان خانه مشترک خود میدانیم، برادر پشتون برادر خودم میدانم و برادر ازبک هزاران برادر خودم میدانم. هیچ نوع تبعیض ما نداریم و این جایگاه دینی هم نداره. سپاسگزارم. ممنون. آقای ناصری، نشستی که در مسکو داره برگزار میشه، نشستی است که در ماه جون دوره قبلی که برگزار شده بود در آنجا گفتن که ما هیچ گاهی از برگشت امارت اسلامی در افغانستان پشتیبانی نمیکنیم. چین، امریکا، روسیه و همینطور هم پاکستان از کسانی بودند که در این اعلامیه مشترک به پایش امضا کرده بود. حالا نشست برگزار میشه، فردا نشست مقدماتی برگزار خواهد شد که سران این کشورها یک موضع مشترک خواهد گرفت درباره افغانستان. فکر میکنید فشاری بر طالبان وارد خواهد کرد یا نه برای امارت اسلامی مشروعیت خواهد داد؟ بله، پیش از اینکه راجع به کنفرانس مسکو و به حساب پیشنهادات از واو بگیم که در ارتباط به قانون اساسی دوره مرحوم ظاهر خان که در 1343 قانون اساسی بسیار مدون و قانون اساسی بسیار در وقت زمان خود یکی از پیشرفت‌ترین قانون‌های اساسی در منطقه بود و بسیار دموکراتیک ترین قانون اساسی بود، بزرگترین استادان
دانشمندان افغانستان یعنی بعد از یک جرگی کلان و یک صحبت ها اونجا به حساب جمع شدن و بالاخره شخصیت های بسیار ملی و علمی اکادمیک افغانستان این قانون اساسی را پیاده کردن و به حساب مسوده شد و بالاخره به تصویب رسید در لوی جرگه. قانون اساسی در اونجا گفته میشه که مشارکت سیاسی هست، انتخابات هست در قانون اساسی 1343، شورای ملی وجود داره، آزادی بیان، انتخابات و خلاصه نهادهای دموکراتیک است که متاسفانه بدبختانه طالب خواست دروازه شورای ملی را بستن، دروازه وزارت امور زنان را بستن، مشارکت زنان در دولت قبول ندارن، که در ادارات رسمی دولتی خانم‌ها اجازه کار ندارن، دخترها امروز اجازه رفتن به مکتب ندارن، به شکل تبعیض‌آمیز در چند ولایت باز کردن که این عدم تصاویر نشان میده و عدم پالیسی واحد و هماهنگ نشان میده و این یک بام و دو بام بودن و این تذبذب سیاسی و فکری طالبان نشان میده که در یک ولایت دخترها اجازه دارن به مکتب برن، در جای دیگه ندارن. فرق دختری که در جوزجان و یا در مزار میتونه بره با دختری که در کنر و شبرغان و یا مثلا در مناطق جنوب و شرق افغانستان است یا کابل است چی هست؟ یعنی چی فرق امتیاز داره؟ متاسفانه بدبختی زیاد است. من میتونم بساطها سر نواقص و شکست و ریختهایی که حاکمیت و حکومت طالب ها بر افغانستان برمغان آورده حرف بزنم، حرفای شاکریسه و تقدیر میکنم. من ایسی یک مسلمان، من ایسی یک مجاهد، من ایسی یک مومن که پیشش تبعیض نژادی نیست، تبعیض قومی نیست، از تبعیض زبانی نیست و همه را از ابتدای صحبتهای خود امروز تا آخر دعوت به مسامحه، مفاهمه و وحدت و یک رنگی میکنه، ولی در رأس امارت اسلامی و در رأس سیاست و پالیسی امارت اسلامی که از قندهار رهبری میشه در دور اول سلطنتشان و در دور دوم که امروز مانند دوران امیر دوست محمد خان و شیرعلی خان اینا دور دوم اینا به قدرت رسیدن، متاسفانه همون شکل است که من در بن شاهد بودم وقتی که آقای عبدالستار سیرت، پروفیسور ستار سیرت نو رای گرفت و آقای کرزی، حامد کرزی دو رای گرفت، آقای خلیلزاد و اخضر ابراهیمی مداخله کردن و گفتن که چرا نمیگذارن که یک پشتون از جنوب افغانستان حاکم افغانستان باشد تا وحدت ملی تمثیل شود و غیره و غیره. بحثی را که قومی شد سیاست افغانستان و کرزی پاچای افغانستان ساختن به خاطر جنوب بودن و پشتون بودن، متاسفانه در نظام طالب ها، در حاکمیت طالب ها قندهار از اصل است، حاکمیت پیش مردم جنوب و پشتون ها اصل است. ای که شاکری صاحب ما داد بزنیم، فغان بزنیم که اسلام چی گفت و پیغمبر چی گفت و من این فهم سلمان فارس گفت و اصحاب رسول الله، متاسفانه بدبختانه حاکمیت قوم قبیله و حاکمیت به حساب تفکرات قوم قبیله گرایانه بر ما بر اساسات و ارزش های دینی حاکم شده و این انحراف است که در حرکت اسلامی طالبا هست که جای اساسات و ارزش های دینی و به خاطر مخالفت با زن است، مخالفت چون با معارف است، مخالفت چون با دخترها و مکتب است. در ارتباط به مسکو ببخشی نمونیز مقدمه بود جوابتان، در ارتباط مسکو میگم که بله کنفرانس مسکو کنفرانس تاثیرگذار است. طالب ها هرگز و هرگز امارت اسلامیشان در جهان قابل پذیرش و قبول نیست به می شکل که اینا حکومت میکنن. اگر اینا در فکر میکنن چه نبیارن؟ امی بعضی بیرق سیرنگ یا پرچم سیرنگ افغانستان، بعضی برحالش باز خواست دوباره خواستن نیروهای ارتش در افغانستان، این موارد هم فکر میکنین که فشاری خواد بود برای امارت اسلامی از سوی این کشورها؟ بیرق موضوع پرچم رنگشی به مردم افغانستان ارتباط داره، بلوی جرگه ارتباط داره، به انتخابای نمادهای دموکراتیک و تصمیم ملت افغانستان داره. این که آقای کرزی منیسی خواست میگه بیرق سیرنگ که 100 سال است در افغانستان وجود داشته، گرچه خلقی ها بیرق سرخ بلند کردن، گرچه مجاهدین که آمد بیرق سیرنگ تغییر داد رنگش، طالب ها رنگش سفید ساختن، خدای نخواسته که تروریست های داعش با انتحار و انفجار و عملات استشهادی که امروز میکنن به عین پالیسی و حرکت را که طالب ها میکنن به عین تکتیک های طالب امروز با خودشان میجنگه، اگر فردا داعش کامیاب در افغانستان شد و بیرق سیاه خود بلند میکنه، گروه های ایدئولوژیک همیش بیرق های خود بلند کردن در افغانستان. ولی بیرق ملی واقعا او بیرق باید باشه که ملت افغانستان در یک لوی جرگه خود یک تصمیم بزرگ ملی تعیین کنند. رنگ بیرق، شکل نظام باید ملی باشه و ترویکای پیشرفته و مسکو و دیلی و کنفرانس ها یک پیام به طالب ها دارند که ما امارت تنهای یک حرکت یا یک گروه را نمی پذیرم تا یک حکومت قوی، یک حکومت فراگیر ملی نباشه که در او حقوق بشر را مراد شود
و جهان و منطقه هم تهدید نشه. خواست جهان از طالبان می است که انحصار قدرت بگذارند. سپاسگزارم ممنون آقای جوزجان. کوتاه اشاره بکنین، نشستی که داره برگزار میشه در مسکو، نشست در وکای توسعه یافته درباره افغانستان، چندین نشست دیگه هم در ارتباط افغانستان در حال برگزاری است، در ایران، در هندوستان، در خود کابل شماره از وزیران خواهد آمد. بس همه ای است که به هر حال نقطه پایان به تبر حرج و مرج در داخل افغانستان. چقدر فکر آماده میبینین طالبان را برای خواست های مشروعی که به هر حال خواست مردمی هم است؟ ببینین دوست عزیز، طالبان کدام ملائکه های تاسو شده از آسمان نیست که به عنوان ملائکه از آسمان آمده باشه. برادرای ماست، اولادای ماست، کلانش پدرای ماست، از همه ملک است. همه انسان در زندگی خود منصف باشه، حق حق بگه، ناحق ناحق بگه. ولی ما پیشترم گفتم، بازم میگم، همه خرابی و همه گندگی را بر بالای طالبا انداختنم کار منصفانه نیست. نه به یک عالمی میزیبه، نه به یک تحلیلگری میزیبه، نه به یک خبرنگاری میزیبه، نه به یک روشنفکر و دانشمند میزیبه. از یک طرف غرب ما را تشویق میکنه حقوق زن و مرد مساوی است، پس از یک طرف میه یک وزارت میسازه به نام وزارت زنان، وزارت در امور زنان. همین حق زنان یک وزارت است، یک وزارت است. این را خودش همین فکری چی میگم و فمینیزم تقویه میکنه، خود از این زن را به یک نحوی در برابر مرد ستیز میکنه. ما اگر در دامن یک مادر کلان شده باشم، پس در ارتباط وزارت امور زنان در کنارش یک وزارت ایجاد شده به نام وزارت امور مردان، این خود معنا نداره. ما به این شعارهای دروغین فریب نخوریم. ما خواستم ایست که یا رسانه ها یا مثلا پارلمان، ما برای طالبا سه توصیه میکنم. یکی نظام اسلامی که در اینجا در این خاک شریعت اسلامی تطبیق شوه، هر کس هر چیز میگه بگه شریعت اسلامی تطبیق شوه. یک، ما به خاطر از بسیار قربانی دادیم. دو، زمانی که میگیم مشارکت ملی، یک دولت سه رکن میداشته باشه، قوه تقنین، قوه قضا، قوه اجرایی. افراد صالح از همه تیف ها، از همه ملیت ها، به عنوان یک افغان که خود بدانه به افغانستان باور داشته باشه، مسلمان باشه، آدم نیک باشه، خود را در درمی سه کتگوری ببینه. و ما نظام بسازیم که ما افغان ها خود به دنیا شناخانده بتانیم، نظام ما در افغانستان به منطقه و جهان الگو باشه. بگذاریم این موضوع را که مثلا دهن دروازه پارلمان بند کرد، این مسائل چه؟ همین پارلمان چی کرد؟ حالا آمدیم سر نشست مسکو. در نشست مسکو در ارتباط بیرق ما تصمیم گرفته نشه. در نشست مسکو در ارتباط در دیگر نشست ها در ارتباط نام نظام ما تصمیم گرفته نشه. نشست مسکو یعنی میگن امارات حفظ شوه؟ ما ایره نمیگم. بله. طالبا به عنوان مجریای قدرت و حکومت فعلی. ممنون. حکومت است. بله. هر کس هر چیز میگه بگه فعلا طالب حکومت است. واقعیت بله. و دو چیز میبینیم امکار کرده نمیتونیم. بله. زمینه ایره مساعد بکنه که یا ریفراندوم میشه، یا لوی جرگه میشه، یا همه پرسی میشه، ملت افغانستان در ارتباط درست. همین بیرق سیرنگ دیدیم، بیان یک رنگش هم ببینیم. ممنون شما. از چند رنگی مردم افغانستان خسته شد. ممنون. یا نام در سر از این نام که جمهوریت یا امارت در سر پانتون و دانشگاه، در سر مثلا ای چی نمیکنه. بالاخره امی دیدیم امی خارجا به پشتون ما هم رحم نکرد، به تاجک ما هم رحم نکرد، به عالم ما هم رحم نکرد، به روشن فکر ما هم رحم نکرد. بگذاریم این مسائل را، مشترکات خود را تقویه بکنیم، در کنار هم دیگر ایستاد شویم، ما خود ما به دستای خود نظام بسازیم. ممنون، سپاسگزارم. خواهش می‌کنم کوتاه اگر جواب بدین، اگر بحث امارات یک مسئله خط سرخ برای کشورهایی که در نشست در وکای توسعه یافته مطرح شده، فکر می‌کنین حفظش مهم است برای مسئولان امارات اسلامی یا نظام اسلامی مهم است؟ ما به خاطر پیشتر عرض کردم، به خاطر اسلام، به خاطر ارزش‌های دینی و ارزش‌های اسلامی مبارزه کردیم در این راه. اونهایی که سینشان خرد بود مثل مواری با 40 رسیدن، کسایی که سینشان بالا بود موال موهای سر ریششان سفید شدن. فقط به خاطر چی؟ به خاطر نظام اسلامی. ما در هر حالت به خاطر نظام اسلامی جنگیدیم، شریعت
اسلامی باید کاملا تطبیق بشود. بله. این آرمان تک تکی نام امارت اسلامی مثلا یا یک نظام مثلا نظام اسلامی هر چیز هیچ مشکلی نیست. ما داروش ما دنبال این گپا نیستیم. به قولی که جناب مولوی گفتن فانتون دانشگاه نه یک چیز است. ما یک چیز براتون بگم. ببین همه جوانان را خطاب ما است، همه مرد و زن خطاب ما است. بجای از این که یک دیگر را توهین کنیم، یک دیگر را بد رد بگیم، یک دیگر را قبول نداشته باشیم، بیاین دست به دست یک دیگر بتیم تا نمی افغانستان از نمی وضعیت ما نجات ببخشیم. جوان ما هم امیدوار باشه، کارمند ما هم امیدوار باشه. او برادر ما خدای نخواست از کدام کشور دیگر دریجه دیسانت نشده گیستم، وطندارت هستم، عزیز هستم، به خاطر نجات نمی وطن قربانی دادیم، شهید دادیم، آمدیم نمی افغانستان. الله متعال فتح کردگی است، خانه مشترک کلگی از افغانستان است. این را به سمت سوی زبان و اختلافات نبرن، بگذارن برای ما وقت بتن. آنگاه اگر ما نتوانیستیم باز خیر است، اما وقت بگن که اینا ناکام برام. ممنون شما، سپاسگزارم از حضور مهمانان گرامی آقای نظر محمد شاکری عضو امارت اسلامی، آقای بهرالدین جوزجانی تحلیلگر مسائل سیاسی و آقای وایس ناصری آگاه روابط بین الملل. از حضورتان سپاسگزارم در این بحث. سپاسگزارم از شما بیننده های عزیز که بیننده بحث بودید. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.